به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقیقیان گرامی. برای اینکه سیر منطقی بحث از ذهنمون نره، ابتدا کشیشان برهان نظم رو تقریر میکردن. اونها میگفتن که جهان هستی منظمه، هر نظم نازمی دارد، پس این جهان هستی نازمی دارد. و استفاده هایی از برهان نظم میکردن به این صورت که ادعا میکردن این جهان خیلی جهان عالی و زیبا و منظمی هست، پس خالق این جهان هم بسیار کامل است، خالق این جهان بسیار قدرتمند است، غنی است، خالق این جهان بی نیاز است، واجب الوجود است. و این مطالب رو به عنوان مطالب مذهبی به مردم جامعه خودشون تحویل میدادن. آقای هیوم اومدن صورت منطقی برهانی رو که کشیشان مسیحی به کار می بردن بیان کردن و چند نقد به اون برهان نظمی که کشیشان مسیحی تقریر می کردن وارد کردن. آقای مطهری اومدن سعی کردن به ادعای خودشون نقدهای آقای هیوم رو پاسخ بدن. ما نقدهای هیوم بر برهان نظم رو تا الان بیان کردیم و حالا می رسیم به پاسخهایی که آقای مطهری به این نقدها دادن. شون در پاسخ به نقد اول آقای هیوم اینجور بیان میکنن که پندار هیوم مبنی بر تجربی دانستن برهان نظم اشتباه است. برهان تجربی در مورد کشف رابطه دو پدیده محسوس است، نه کشف رابطه طبیعت و ماورای طبیعت. برهان نظم یعنی برهان از وجود نظم در موجودات طبیعی بر وجود یک ناظم شاعر و مدبر، یک برهان تجربی نیست. همچنان که برهان از وجود نظم در مصنوعات بشری بر عقل و شعور آدمی برهان تجربی نیست، که هیوم آن را نیز تجربی پنداشته است. بعد جناب مطهری اینجا صورت منطقی برهان نظم را بیان می‌کنند و در پایان هم اینگونه می‌فرمایند که اکتشاف عقل و هوش در انسان‌ها از روی آثار و مصنوعات آنها استدلال تجربی نیست، تمثیل منطقی هم نیست، بلکه یک برهان عقلی است، مثل همان برهانی که ذهن در مورد صدق قضایای متواتر تاریخی اقامه می کند. یعنی می فهمند که برهانی که ما برای صدق قضایای متواتر تاریخی هم می آوریم، اونم استدلال تجربی نیست، تمثیل منطقی نیست، بلکه برهان عقلی است. خب اجازه بدیم توضیح بدیم که نظر آقای مطهری چیه اینجا و چقدر نظرشون صحیح هست. این نقدی که آقای مطهری داشتن به نقد اول آقای هیوم نیست. این پاسخ در واقع مقدمه اول برهان نظم آقای هیوم رو میخوان زیر سوال ببرن. آقای هیوم ادعا میکرد که چون برهان نظم یک برهان تجربی است، پس باید از چیزهایی که در مسائل تجربی برقرار هست بشه توش استفاده کرد. یکیش قیاس تمثیل مثلا. آقای مطهری اینجا میگن که برهان نظم برهان تجربی نیست. ببینید، ما در قسمت قبل این رو بیان کردیم، الان هم تکرار میکنم. برهان نظم برهان تجربی هست. چرا؟ چون تعریف تجربی بودن چی بود؟ تعریف تجربی بودن یک برهان اینه که اگر شما برای تصدیق به صدق یک گزاره از مقدمات برهان نیازمند مشاهده و تجربه جهان هستی باشید، اون برهان میشود برهان تجربی. در مورد برهان نظم همین گونه است. برهان نظم مقدمه‌ای دارد، میگوید که جهان هستی منظم است، یا به قول دیگه جهان هستی مانند فعل موجودات با شعور است. این مقدمه برای اینکه صدقش مشخص بشه، شما نیازمند به تجربه هستید، شما نیازمند به مشاهده هستید. شما اگر کور باشید، اگر کر باشید، اگر ادراکاتی نداشته باشید از جهان هستی، نمیتونید تشخیص بدید که جهان هستی منظم است یا نامنظم است. نمیتونید تشخیص بدید که جهان هستی آیا مشتمل بر انتخاب است یا مشتمل بر انتخاب نیست. خب این مطلب هم. تا اینجا معلوم شد که پاسخی که آقای مطهری دادن پاسخ خیلی ضعیفی است. ولی اگر تو خود همین پاسخ یک مقدار بیشتر تأمل بکنیم، مشخص میشه که اشکالاتی به خود همین پاسخ آقای مطهری هم وارد هست. مثلا اون قسمتش که میگن که برهان تجربی در مورد کشف رابطه دو پدیده محسوس است، این از کجا بیان کردن؟ ما در خود فیزیک هم میتونیم مشاهده بکنیم بسیاری از پدیده های فیزیکی پدیده هایی هستن که محسوس نیستن. مثلا اشعه ایکس ما از آثارش پی به وجودش بردیم. ادامه میدن آقای مطهری که نه کشف رابطه طبیعت و ماورای طبیعت. یعنی میگن اگر ما برهانی بیاوریم که رابطه طبیعت و ماورای طبیعت رو بخوایم توش اثبات کنیم، این برهان تجربی نیست. چرا؟ این رو از کجا میگن؟ مگه ما در اون قسمتش که به طبیعت ربط دارد نمیتونیم مشاهده داشته باشیم؟
این گزاره از کجا آمد که برهانی که به کشف رابطه طبیعت و ماورای طبیعت بخواد بیانجامد اون برهان تجربی نیست؟ بعد باز نقد دیگه که به این وارد هست اینه که شما از کجا فهمیدید که ناظم این جهان یک موجود ماورا و طبیعی است؟ که بعد بخواید بگید که چون برهان نظم میخواد رابطه طبیعت و ماورای طبیعت رو اثبات بکنه برهان تجربی نیست. شاید ناظم این جهان هم یک موجود طبیعی است و برهان نظم داره وجود یک ناظم طبیعی رو اثبات میکنه. برای اینکه به ذهنتون نزدیک بشه من یک مثالی میخوام بزنم. تصور کنید که شما یک بازی آنلاین شبکه‌ای سه‌بعدی رو میتونید بازی بکنید. عینک سه‌بعدی رو چشمتون میگذارید، هدفون روی گوشتون میگذارید و وارد یک دنیای سه‌بعدی بسیار زیبایی میشوید که توسط یک تیم طراحی و بازیسازی بسیار قدرتمند ساخته شده. شما از وجود نظم و زیبایی و مشتمل بر انتخاب بودن این جهانی که دارید مشاهده میکنید چه میفهمید؟ فقط همینقدر میفهمید که یک طراح با سلیقه جهان رو طراحی کرده. آیا واقعا اون گرافیستی که این بازی کامپیوتری رو طراحی کرده یک موجود ماوراطبیعی است؟ نه، اون دقیقا مثل ما یک موجود بیولوژیکه، از پوست و گوشت و مو و سلول و استخوان تشکیل شده. لذا نمیشه، یعنی ایشون باید اثبات بکنن که چگونه برهان نظم ایشان داره ناظم ماورا و طبیعی رو اثبات میکنه. بعد ایشون باز ادامه دادن که برهان از وجود نظم در مصنوعات بشری بر عقل و شعور هم برهان تجربی نیست، که ما این رو هم قبول نداشتیم و هیوم هم همین رو میفرمایند که این رو تجربی میپندارن برهان رو. واقعا هم این گونه هست؟ یعنی شما از کجا فهمیدید که یک موجودی مثل شما، یک انسان، شعور داره، عقل داره؟ یک انسانی که داره کتاب می‌نویسه عقل داره. از کجا اینو متوجه شدید؟ شما اومدید ابتدا خودتون رو نگاه کردید، دیدید که خودتون عقل و اندیشه دارید، بعد اومدید نگاه کردید که فعل این فرد شبیه فعل شماست که عقل و اندیشه دارید، بعد قیاس تمثیل رو برقرار کردید. قیاس تمثیل هم قیاس تجربی است، در پدیده‌های تجربی هم به کار برده میشه، و گفتید که چون فعل این فرد شبیه فعل من هست پس به احتمال زیاد علت این فعل همون علت فعل من هست. علت فعل من چی بود؟ هوش و عقل. پس به احتمال زیاد این فرد هم هوش و عقل دارد. این قیاسی است که شما در ذهن خودتون انجام دادید تا اینکه متوجه بشید که فرد مقابلتون هم عقل و هوش داره. ولی خب صرف این که اون داره کتاب مینویسه این رو نمیرساند که اون فرد دارای هوش است. یعنی شما نمیتونید تشخیص بدید این خطهایی که اون داره روی کاغذ رسم میکنه مشتمل بر انتخاب او هست. میبینید این مهمه ها. شاید شما اگر بخواهید این خطها رو روی کاغذ رسم بکنید مجبور باشید که انتخاب بکنید از میان کلمات مختلف، از میان الفبای مختلف حروف مناسب رو مجبور باشید با هوشتون انتخاب بکنید تا به این شکل در بیاد. ولی شاید او الان این کار رو انجام نمیدهد. این مطلب مهمی است. شاید شما یک مثلا پرینتر رو در نظر بگیرید، یک پلاتر رو در نظر بگیرید. پلاتر در واقع داره کاغذ حروفی رو رسم میکنه، پرینتر همینطور داره روی کاغذ حروفی رو رسم میکنه، ولی مشتمل بر انتخاب اون نیست. یعنی پرینتر هوش نداره، پرینتر این گونه برنامه‌ریزی شده است. اینطور نیست که ما ببینیم هر موجودی که داره یک کاری رو انجام میده که شبیه فعل موجودات باشعوره مشتمل بر انتخابه. اون مطلبی هم که آقای مطهری در انتها بیان کردن که اکتشاف عقل و هوش در انسان‌ها قیاس تجربی نیست، اتفاقا قیاس تجربی هست، چون باید شما آثار اون فرد رو نگاه بکنید، تجربه بکنید و به مشابهتش با آثار خودتون که موجود باشعور هستید پی ببرید. بعد قیاس تمثیل رو باید اینجا برقرار بکنید. پس اون حرفشون هم که میگن قیاس تمثیل نیست اونم اشتباهه. بعد این مطلبی که میگم برهان عقلی هست اونم اشتباهه. برهان عقلی نیست واقعا. برهان عقلی برهانی است که تک تک مقدماتش بدیهیات اولیه باشه، یعنی بدون احتیاج به مراجعه به خارج، بدون احتیاج به مشاهده و تجربه ما به صدق اون مقدمات پی ببریم. واقعا اکتشاف عقل و هوش در انسان‌ها اینگونه نیست. بعد اون مطلبی هم که گفتن مثل صدق قضایای متواتر تاریخی است، این مطلب هم دقیقا همینطوریه. اینو ببینید ما چطور این قیاس رو برقرار میکنیم. ما میگیم که از کجا فهمیدید شما فردی به نام نادرشاه وجود داشته؟ از اونجا که ما این مطلب رو از انسان‌های مختلفی شنیدیم که فردی به نام نادرشاه وجود داشته. بعد ببینید پیش خودمون این رو بیان می‌کنیم که توانی این افراد بر کذب به احتمال زیاد ضعیفه، غیر ممکنه. یعنی ممکن نبوده که این 2000 نفر آدم با هم دیگه جمع بشن، توانی بکنن و یک مطلب دروغی رو به من بگن. ببینید نمیشه گفت 100% محاله. چرا؟ مثلا شما داستان فیلم ترومن شو اگه در نظر بگیرید، مجموعه‌ای با هم دیگه توانی کردن بر کذب برای اینکه یک انسان رو فریب بدن.
همه داشتن فیلم بازی میکردن برای اینکه یک نفر که اونجا توی اون استودیو بود رو فریب بدن که فکر کنه مثلا اتفاقاتی که داره دورش میفته حقیقتی پشتش نهفته است. نمیشه گفت تبانی بلکز محال، نه، ولی احتمالش اندکه. این رو ما میپذیریم، احتمال اینکه تبانی بلکز رخ بده ضعیفه. بسیار عالی. آیا این یک برهان عقلی است اونجوری که آقای مطهری بیان میکنن؟ نه، برهان تجربی است. شما از کجا متوجه شدید که تبانی بلکز مثلا احتمال ضعیفه؟ چون تجربه کردید، دیدید که در شرایط مختلف تبانی برکز احتمالش کمه. شما اسم احتمال که آوردید یعنی موردهای مختلف رو مشاهده کردید، دیدید احتمال این مورد که یک پدیده رخ بده، تبانی برکز رخ بده، از بین کل احتمالات احتمال ناچیزی بوده. یعنی مثلا 1,000,000 مورد رو شما مشاهده کردید، دیدید که سخت دشواره اینکه همه بیان با همدیگه یک دروغی رو بگن بدون که با همدیگه هماهنگی کرده باشن. بسیار خوب، این از نقد اولی که آقای مطهری وارد کردن. نقد دومی که بیان میکنن اینه که میگن هیوم پنداشته است که خدا باوران مدعیان عالم از هر حیث همانند مصنوعات و آثار انسان است و بر همین اساس گفته است چنین نیست. جهان بیش از آن که شبیه به یک کشتی یا ماشین باشد، شبیه به دستگاه منظم و خود تنظیم یک گیاه یا حیوان است. بعد میگن که در پاسخ او اولا میگوییم معنای سخن شما این است که جهان مانند یک ماشین یا کشتی نیست بلکه مانند خودش است. مگر شما انتظار داشتید جهان مانند خودش نباشد؟ مگر گیاه یا حیوان جزئی از جهان نیستند؟ سخن در همان گیاه یا حیوان است که به قول شما چنان ساخته شده که مانند یک دستگاه صنعتی پیشرفته 1,000 درجه پیشرفته تر از ماشین های بشری از درون خود تنظیم می شود. پس نشانه صنع در گیاه و حیوان بیش از یک ماشین است. اگر سازنده ماشین از عقل و اندیشه برخوردار است، سازنده جهان که نمونهش گیاه و حیوان است، به طریق اولا دارای عقل دانایی است. این اشکال اولی که وارد میکنن. اشکال دوم میگن که ثانیاً میان مصنوع آدمی و صنع خدا به هیچ روی کمال مشابهت برقرار نیست. صانع طبیعت همان گونه که از لحاظ ذات و صفات همانند انسان نیست، از حیث فعل و صنع نیز منزه از شباهت با اوست. بعد اینجا آقای مطهری یه سری مطالبی رو در بیان تفاوت فعل خدا و حکمت موجود در اون با فعل انسان و حکمت افعال انسان بیان میکنن و شروع میکنن در این باب صحبت میکنن که تصور هیوم و فلسفه فرد از فعل خدا و حکمت خدا یک مقداری اشتباه هست و چون حالا به اصل برهان و نقد بر برهان ربطی نداره، من دیگه از ادامه اونا صرف نظر میکنم. خب ببینید که آقای مطهری چی گفتن دقیقا. نقد آقای هیومی بودش که میگفتش که شما چطور گفتید که جهان هستی مثل یک مصنوع انسانی است؟ شما چجوری برهان نقد رو بیان کردید؟ شما گفتید جهان هستی مانند فعل موجودات با شعور است. آقای هیوم اومد این نقد رو بیان کرد، گفت شما این مشابهت رو از کجا بیان کردید؟ شاید جهان هستی یک مکانیزم خودتنظیم است، یعنی شاید قوانین ذاتی خود مواد جهان هستی باعث یک تنظیم درونی شده و اون تنظیم درونی باعث شده که جهان هستی به این شکل در بیاید. شما از کجا فهمیدید که مشابه فعل موجود باشه؟ این مشابهت رو ایشون اومدن نقد کردن، گفتن ما این مشابهت رو نمیپذیریم. پاسخ اولی که آقای مطهری میده میگه که چرا شما به گیاه مثال زدین؟ گیاه هم خودش یکی از اجزای جهان هستیه. ببینید خب این نقد وارد نیست واقعا، چون انسان هم بخشی از جهان هستیه. تقریر کننده برهان میاد جهان هستی رو میگه مثل یکی از مصنوعات بشری است. آقای هیوم من بیان کردم گیاه رو نمیاد یک آفریده خدا در نظر بگیره که شما این نقد رو دارید وارد میکنید. آقای هیوم میاد میگه که گیاه چگونه است که فقط با مکانیزم های فیزیکی محض داره به این صورت کار میکند. شاید جهان هستی هم اینگونه باشد. این پیشفرض آقای هیوم گیاه بود. بخاطر من مثال رو عوض کردم، گفتم نقشه روی کره مشتری. یه کره مشتری رو شما شکی درش ندارید که موجود زنده نیست و اون نقش ها به صورت کاملا فیزیکی روش ایجاد شده، ولی شبیه نقاشی یک انسان هنرمند نیز هست. آیا شما از این مشابهت پی میبرید که کره مشتری هم نقاشی شده؟ نه، واقعا خود دینداران هم به این مسئله باور ندارن، میگن تصادفی این نقش ها روی مشتری ایجاد شده، همونطور که این نقش ها روی کره زحل ایجاد نشده و مثلا در کره زحل به صورت تصادفی ما حلقه داریم، مشتری مثلا حلقه نداریم. این رو خود خدا باوران هم بهش اعتقاد دارن که اینها تصادفی ایجاد شده، این پدیده ها و خود تنظیم هستن، یعنی بر اساس قوانین فیزیکی، قوانین ذاتی خود ماده به این شکل دارن در می آین. آقای مطهری ادعا می کند که گیاه 1,000,000 برابر از یک اتومبیل پیچیده تر و پیشرفته تر هست. یعنی بر فرض که ما این ادعا را بپذیریم، دلیل نمی شود که یک موجود باشعور گیاه را ساخته باشه. چرا؟
اگر کسی می اومد با دیدن ماشین، با دیدن کشتی، یک رباتی طراحی می کرد به نام گربه و اون ربات از کشتی و ماشین پیچیده تر بود، قطعا هوش او از هوش سازنده کشتی بیشتر بود. این رو ما قبول داریم. ولی اینطور نبوده. یعنی گربه بوده، بعد ما اومدیم از مشاهده گربه ماشین و کشتی رو طراحی کردیم. و این نمیرسونه که اون نسخه اولیه هم هوشمندانه بوده. بذارید مثال بزنم. غار بوده. واقعا الان کسی بخواد یک غار مصنوعی داخل کوه طراحی بکنه، احتیاج به هوش داره. کندکاری چیزی مثل غار، حالا خانه های اولیه که در کوه طراحی میکردن، احتیاج به هوش دارند. ولی خود غار واقعا یک پدیده زمینشناسی است، یعنی به صورت تصادفی ایجاد میشه. DNA به صورت تصادفی ایجاد شده. ولی اگر کسی الان بخواد DNA رو شبیه DNA یا حتی ضعیفتر از اون یا پیشرفته تر از اون شبیه سازی بکنه، کپی بکنه، دومین نسخه احتیاج به هوش داره. شما دسته ای کارت بازی رو روی زمین بریزید، کاملا تصادفی یک شکل رو به خودش میگیره. اگر شما از فردی بخواید دسته کارت دوم رو دقیقا مثل دسته کارت اول روی زمین قرار بده، این احتیاج به هوش داره. شاید مدتها چندین روز زمان ببره که شما بتونید کارت های دوم رو دقیقا مثل کارت های اول روی زمین قرار بدید. ولی کارت های اول رو شما در یک ثانیه پرت کردین روی هوا، با نیروی خودتنظیم درونی که همون قوانین فیزیکی باشه روی زمین قرار گرفت. پیچیدگی قرارگیری کارت ها روی زمین در وهله اول نشان دهنده هوش نیست، ولی در مرتبه دوم نشان دهنده هوش هست. آقای هیوم تمام مطلبشون این بود. گفتن شاید جهان هستی به مرور زمان در طول میلیاردها سال با استفاده از همین نیروهایی که درون خودش هست به این شکل در آمده باشن، و اگر به هر شکل دیگری هم در می آمد کسی نبود که مؤاخذه بکنه. و شاید به شکل دیگری در می آمد و موجودات هوشمندی در اون جهان سعی می کردن که از اون جهان کپی برداری بکنن و مصنوعاتی رو بسازن، و قطعا مصنوعات آنها ناشی از هوش بود، چون داشتن شبیه سازی می کردن. و نقدی که آقای مطهری اینجا وارد کردن، متوجه میشم که ایشون مطلب آقای هیوم رو اصلا متوجه نشدن. ما ابتدا باید مطلب یک فرد رو کامل متوجه بشویم، بعد باید اشکالات داخل اون مطلب رو متوجه بشیم تا بتونیم نقد بکنیم. الان ایشون، من احساس میکنم که اصلا مثالی که آقای هیوم زدن رو متوجه نشدن. نقد دومی هم که میگن مصنوعات انسان‌ها به مصنوعات خدا کمال مشابهت رو ندارن، اتفاقا اگه کمال مشابهت رو داشتن برهان نظم بهتری برقرار میشد. این جزء نقدهای آقای هیومه. آقای هیوم میگفتن که جهان هستی خیلی شبیه مصنوعات بشری نیست. این پیش‌فرضه. شما مصادره به مطلوب دارید میکنید که جهان هستی رو صنع خدا در نظر میگیرید. شما نگید صنع خدا، بگید جهان هستی، چون تازه دارید برهان رو تقریر میکنید. هنوز که برهان رو اثبات نکردید که. شما فعلا بگید جهان هستی. جهان هستی بله کمال مشابهت با مصنوعات بشری رو ندارد. این اتفاقا مطلبی بود که آقای هیوم بیان کرد. گفتش که شما هر چقدر میزان مشابهت دو تا پدیده تجربی بیشتر باشه، میتونید درصد مشابهت بالاتری در علتها انتظار بکنید. اتفاقا چون مشابهت زیاد نیست، پس نتیجه میگیریم که علت که همون هوشمند بودن باشد هم زیاد نیست. این جزء نقدهای آقای هیوم بود. آقای مطهری بیان میکنن که گیاه اصلا شبیه کشتی نیست، بلکه خیلی پیچیده تر و پیشرفته تر هست. بسیار خوب، همین که اصلا شبیه فعل یک انسان نیست خودش نشون میده که اون علت هم اصلا شبیه علت انسانی نیست. یعنی چیزی که پشت جهان هستی باید باشد یک چیزی شبیه هوش نیست. این یکی از نقدهای آقای هیوم بود که ایشون دارن به عنوان نقد گفته های ایشون به کار میبرن. و واقعا به مطلب آقای هیوم این نقد وارد نیست. آقای هیوم فقط داشتن میگفتن که ما مشابهتی نداریم که شما بخواید از قیاس تمثیل استفاده بکنید. آقای مطهری اگه میخوان آقای هیوم رو نقد بکنن، باید اینگونه بگن که یا باید بیان بگن که مشابهت برقرار است و از قیاس تمثیل استفاده میکنیم، یا باید بیان بگن که نه، مشابهت برقرار نیست ولی ما از قیاس تمثیل استفاده نمیکنیم، از قیاس دیگری استفاده میکنیم در برهان نظم. این روش صحیح نقد کردن کلام آقای هیومه. یه جور دیگه ایشون بخوان نقد بکنن، دارن مسیر اشتباهی رو میرن. همونطور که دیدیم که تا مطلب داشتن توی این نقد به و هیچ کدومش اصلا مرتبط به موضوع نبود. یه گفتن گیاه همون جهان هستیه و گیاه خود تنظیم نیست، گیاه فعل مثلا خداوند است. و یکی همین بودش که گفتن که ساخته های الهی بسیار پیچیده تر و پیشرفته تر از ساخته های بشری است. اینها در مقام خطابه، یعنی اگر کسی بخواد منبری بره و احساسات مخاطب رو برانگیخته کنه و نتیجه گیری داشته باشه که چندین نفر رو باورمند به گفته های خودش بکنه، شاید این گونه سخن گفتن بجا و جالبی باشه. ولی
در یک مقاله منطقی این گونه سخن گفتن تایید نمیشه. ارزیابی که میخواد چنین مقاله ای رو ارزیابی بکنه از لحاظ محتوای منطقی قطعا به این روش نقد اشکال وارد میشه. این نقد مرتبط با استدلال نیست. نقد اول ایشون به مقدمه اول برهان نظمی بود که آقای یون بیان کردن. پاسخ دومشون به نقد اول بود و نقد ب و جیم و دال و هی آقای هیوم رو ایشون الان باید پاسخ بدن. ایشون میگن که ایراد سوم هیوم که میگوید به فرض که با برهان نظم اثبات شود عالم مصنوع یک عقل و شعور است، کمال نامتناهی خدا اثبات نمی شود به این دلیل ناوارد است که او گمان کرده خداشناسان میخواهند کمال نامتناهی خدا را با برهان نظم اثبات کنند، در حالی که چنین نیست و ارزش برهان نظم تنها در حد اثبات این امر است که طبیعت مسخر شعور و تدبیری بیرون از خود است. همین و بس. و دیگر مباحث مربوط به الهیات را باید در فلسفه الهی جست. خب نقد سومی که وارد میکنند نقد به خود برهان نظم نیست، بلکه نقد به کاربردهای برهان نظم هست که کشیشان مسیحی از برهان نظم برداشت میکنن. یعنی کشیشان مسیحی واقعا اینطور بودن که برهان نظم رو بیان میکردن، بعد از برهان نظم اثبات میکنن که خدا کمال مطلق است و واقعا چنین انتقادی به این کشیشان مسیحی وارد بوده که برهان نظم این مطالب رو نمیرسونه. در واقع آقای مطهری هم داره مطلب آقای هیوم رو تأیید میکنه، یعنی ایشون هم حرف آقای هیوم رو بیان میکنه که از برهان نظم چنین چیزی در نمیاد. بسیار خوب، چون این دو بزرگوار اینجا تفاهم دارن، دیگه مطلب رو بیش از این ادامه نمیدم، ولی ایشون یک مطلبی رو از نقدات جا انداختن، یعنی پاسخ ندادن. نقد دوم آقای هیوم این بودش که گفتن که این برهان زمانی تجربه بود که ما چندین جهان دیگر رو تجربه کرده باشیم، ما یک جهان رو بیشتر تجربه نکردیم و چطور میخوایم حکم بدهیم که این جهان مشابه فعل موجود هوشمند است؟ یعنی اگر قرار بود این جهان هوشمندانه نباشد باید چگونه میشد؟ ما گزینه دومی در ذهنمون نداریم. در مورد کتاب سعدی ما گزینه دوم داریم، یعنی اگر قرار بود که اون کتاب هوشمندانه نوشته نشده باشد، یک خطوط بی‌معنایی روی کاغذ رسم میشد، یا اصلا هیچ چیزی روی کاغذ رسم نمیشد، یا الفبا بود ولی الفبا معنا نمیداد. ما در مورد کتاب گزینه های بی شعور و گزینه های هوشمند مشابه رو داریم. در مورد جهان هستی این گزینه های مشابه رو ما نداریم، گزینه های غیر هوشمندانه رو ما نداریم، فقط همین یک گزینه رو داریم. این نظرشون پاسخ ندادن. بعد پاسخ دالشون میگن که اشکال چهارم اون نیز برآمده از ناآگاهی او به حدود کاربرد برهان نظم است. خب ما هم همین مطلب رو بیان کردیم، یعنی گفتیم که اشکال چهارم آیلیوم به خود برهان نظم وارد نمیشه، به کاربردهایی که کشیشان مسیحی از برهان نظم داشتن وارد میشه. خب بله، ولی خب واقعا کشیشان مسیحی این کاربردها رو از برهان نظم داشتن، یعنی نقد آیلیوم در اون زمان نقد به جایی بوده. ولی نقد به مقدمات نیست، یعنی صغرا و کبرای برهان نظم رو رد نمیکنه، نقد به خود برهان نظم نیست. بله آقای مطهری با هیوم تفاهم دارن، خیلی نمیپردازیم. پاسخ هی هم که میگن شبهه پنجم اون نیز ناشی از تصور اشتباه او از دامنه کاربرد برهان نظم است و خداشناسان مسئله شر را در جای دیگر و در سطحی برتر از مبحث برهان نظم طرح و بررسی میکنند و شبهه های مربوطه به آن را پاسخ میدهند. ببینید این پاسخ های مطهری خیلی وارد نیست. چرا؟ چون در واقع ایشون دارن مقدمه اول برهان نظم رو به نوعی رد میکنن با این مطلبشون. ایشون اون مطلبی که شما فرمودین که گفتین که جهان هستی منظم است، ایشون میخوان بگن که جهان هستی منظم نیست. نقد وارده واقعا، نقد به خود برهان نظم، به کاربردش نیست. ایشون اومدن گفتن که چون اگر قرار بود جهان هستی شبیه فعل موجودات هوشمند بود، موجودات هوشمند نقض غرض نمیکنن در کارهایشان. اگر طراحی دستگاهی رو بسازد که این دستگاه هی به اشکال برخورد کند، ما میگیم این طرح خیلی باهوش نبوده. وقتی شما میبینید که در جهان هستی نظم زیادی برقرار نیست، یعنی اگر نظم رو شما جاد حیات یا زندگی کردن انسان در نظر بگیرید، شما میبینید که این نظم در بسیاری از موارد داره نقض میشه. شما گفتیم نظم برای یک هدف تعریف میشه دیگه. شما هدف رو فرض کردین ایجاد حیات یا ایجاد انسان یا زندگی کردن راحت انسان در جهان هستی. آقایون نقدشون وارد بود، میگفتن که زندگی انسان خیلی راحت نیست، حیات در بسیاری از جاها وجود ندارد یا موجود می شود بلافاصله از بین می رود. نقد آقای هیوم وارده، یعنی که ما بسیاری از چیزهایی رو داریم در جهان هستی که اصلا نظم نیست، بی نظمی است، نقض غرض هست. اگر شما غرضی رو نسبت بدهید به جهان هستی، بسیاری از جاها داره نقض غرض اتفاق می افته. یک انسان، یک برنامه نویس، برنامهش نباید ارور و باگ داشته باشه، باید برنامهش خالی از اشکال باشه. و یا نه میگیم که این برنامه‌نویس خردمندی نبوده، برنامه‌نویس ماهری نبوده، برنامه‌نویس سهلنگاری بوده. نه، این نقد پنجم آقای مطهری به نقد پنجم جناب یون وارد نیست.
ولی خب از یک نظر میشه گفت وارد هست که ما بیایم بگیم که آیهیون داشتن کاربردها رو نقد میکردن، یعنی کشیشان مسیحی برهان نظر رو بیان میکردن و بعد میامدن میگفتن که این جهان نظام احسن است، یعنی احسن بودن رو میامدن از برهان نظر نتیجه میگرفتن، که آیهیون میگه نه، نظام احسن نیست به علت وجود شرور و نقض قرضهای فراوان، نظام احسن نیست. و خب بله، اگر منظور آقای این بوده باشه این نقد های متری وارده، یعنی که نقد به اصل برهان نیست، نقد به کاربرد هاست، که گفتیم که دو پهلوه، ممکنه واقعا نقد به برهان نز باشه، نقد مقدمه یک برهان نز باشه، و ممکنه نقد اون حرف ملا صدرا باشه که میگه جهان هستی نظام احسن است، میگه اصلا نظام احسن نیست. بسیار خب، ما نقد های جناب هیوم رو دیدیم، پاسخهای آقای مطهری رو هم دیدیم. این تمام مطلبی بود که آقای مطهری در پاسخهای به آقای هیوم بیان کردن. شما خودتون میتونید قضاوت بکنید که آیا واقعا ایشون با همین مطالبی که گفتن تونستن مطالب هیوم رو رد بکنن، یعنی ایشون تونستن برهان نظر رو اثبات بکنن، نقدها رو رد بکنن، برهان نظر رو تقویت بکنن، یا اینکه فقط یک سری مطالبی رو بیان کردن که بگن بله ما نقدهای هیوم رو رد کردیم، یعنی ما هم حرفی برای گفتن داریم. این قضاوت با خودتون. در قسمت بعد ما در نظر داریم که تقریر دیگری از برهان نظم رو که به برهان نظم عجایب و غرایب مشهور هست یا برهان نظم تجربیات شخصی، این رو با هم دیگه بررسی بکنیم. و باز هم تقریر دیگری برهان نظم هست مثل برهان نظم آمار و احتمالات، که این رو هم در دو قسمت بعد قصد داریم بررسی بکنیم. امیدوارم که بحث برهان نظم توی دو سه جلسه خاتمه پیدا بکنه و ما وارد برهان فطرت بشیم. امیدوارم که شاد و سربلند و پیروز باشیم. تا قسمت دیگر، بدرود.